13 نفر از بزرگان در واقع صنف چای استان خراسان مشهد جمع شدیم، یه شرکتی درست کردیم به نام شرکت چای بلوتوس. به این در واقع سیاست که چای که از سازمان چای می‌گرفتیم، سهمیه استان خراسان که می‌رفتیم پول واریز می‌کردیم می‌گرفتیم، اگر شرکتی باشه ضمانتنامه بگیریم در واقع یه ماهه در می‌گیریم کالا. این شرکت رو من تمام کاراش انجام دادم، دو سال مغازم بسته بود و بیکار بودم دیگه. این شرکت رو همه کاراش کردم، تأسیس کردم، درست شد. اولین محموله که چایی ها اومد، فروختیم با استفاده خوب. من پیشنهاد دادم که خب بیاییم چای خارجی هم بسته‌بندی کنیم. همکارا موافقت کردن. اون زمان مثل امروز واحدهای طراحی چاپخونه اینا اینقدر مجهز نبود. طراحی ها با ایربراش و دستی انجام شد. تقریبا 6 ماه طول کشید در اولین بسته رو ما طراحی کردیم. به اسم گذاریش رسید. من دوست داشتم یک اسم جدید، یادم نیست، تیبا بود، بیتا بود، همچین چیزی رو من پیشنهاد دادم. همکارای سنتی گفتن نه آقا یک اسمی بذاریم مشابه چای بورس تو بازار. اون زمان شامپیون بورس بازار بود. وقتی دیدم اصرار دارن به ذهنم رسید کتابی رو من می‌خوندم، تو کتاب اشاره شده بود به کلمه شاه سوران به معنای سواران امریکا با آقای امام زمان، چون خیلی براشون سوال شاه سوران یعنی چی از اینجا شروع میشه، به معنای سواران امریکا با آقای امام زمان. گفتم پس حداقل بیاید این اسمو بذارید که حالا ایرانی معنی داره و نوشتاریش هم مشابه شامپیون میشه. راضی شدن، رفتیم جعبه‌ها رو چاپ کردیم، کارتون‌ها رو چاپ کردیم، کارگاه تجهیز کردیم، میز و دستگاه رو. به 3 ماه که شد در واقع محلول دومی که اساس مانچان گرفتیم، همکاران محترم همه در واقع سهمشون رو برداشتن و رفتن. یا علی بعد گفتن شرکت منحل، وظیفه این ادارش افتاد گردن من و سرمایه منم گفتن خب این جعبه کارتون خود رو چاپ کردیم مال خودت. باقی مانده سرمایه من شد یک باری جعبه و کارتون و سلفون و پلاستیک بیش دردم نمیخورد. 2 سال طول کشید مغازم فکر پلو بشد، بجده من شروع کردم، شروع خوبی داشتم. 6 ماه گذشت مجددا برگشتم در واقع به حالت به اون در واقع فعالیت اولیه. به فکر افتادم که این جعبه ها و کارتون ها رو تبدیل به اصل کنم، تبدیل پولشون کنم. تو هم کارگاه بدری از یک تون تون شروع کردیم، چای می‌خریدم تو اینا می‌دادم، کارگر خوب بسته‌بندی می‌کرد و در اینجا به اعتمادی که مشتری به من داشت اینا رو در واقع می‌دادم مشتری می‌برد. خیلی زود هنگام علی‌رغم در واقع پیش‌بینی مثلا فکرش نمی‌کردم، هدفم فقط تبدیل به اصل کردن اینا بود. درخواست ایجاد شد. ما رفتیم پیش همکارا گفتم خب من میخوام مجددا جواب بدم، میشه میخوام چاپ کنم. گفتم باید پول بدیم، پول فیلم و زنگ و اینا. گفتم خب اینا که قبلا با من حساب کردیم که اسم بی صرف نشده. گفتم باید بخواستیم پولی بدیم، اینا را امتیاز ازشون گرفتیم، امتیازی که وجود نداشت ازشون گرفتیم. 6 ماه کار کردم، درخواست بسیار عجیب، به فکر ایجاد کارگاه افتادم. کارگاهی رو 24 ساعته خریدم، 15 روزه تجهیزش کردم. خلاصه چرخ هم خوب داشت میشه. فکر میکنه چی شد؟ بله، مجدداً از انبار من سرقت میشد توسط یکی از کارگران شبانه و آخر سال که شد فهمیدن قرار حساب رسی بکنیم. تقریباً 800 کیلو ماسه خریده بودم و چایی ها کرده بودم. فراخوان زدم تمام این چایی ها برگشت و هر کار کردیم دیدیم هیچ کارش نمیتونیم کنیم، نهایتاً همه رو معدوم کردیم. دوباره میشیم گفت تقریبا اون سرمایه که باید یه سال بگیره به همه از بین رفت، چون اون 800 کیلو تقریبا ما رفتیم چایی بلد کردیم. دوباره صفر شدم. این بار که شروع کردم با این در واقع سیاست که گفتم حتما باید برم روی سر کار تولید باشم، اینجوری نمیشه. لذا علاقه هم داشتم به تولید و بسته‌بندی. از اون روزی که در واقع اون ترازو رو خریدم با اون دستگاه، روی سرنوشت من به سمت بسته‌بندی و در واقع نوآوری رقم خورده بود. کارگاه بزرگتر ایجاد کردم، دفتر خودم اداره کردم. اونجا یک کار در واقع متحیرانه کردم، فردین بازی اومدم شاگردم رو که 5 سال 6 سال شاگرد من بود، خانزاد بود، اون 2 سالی که نازنینم برام بود حقوقش رو هفته هفته میذاشتم، دکور خونه میامد برمیداشت میبرد رو
خودش و پسرش که تازه از سربازی اومده بودن رو خودم شریک کردم. گفتم خب اینجا یک مرکز خیلی خوبیه برای خروج کالا دیگه، من تولید میکنم بیاد اینجا مصرف میشه. مغازه اونقدر رونق داشت تقریبا تنها مغازه بنفشه‌ای چای در کل استان خراسان بود. اون روز روزی 5 میلیون تومان فقط فروش نقدی داشتن سال 74-5. آمدم اینطور به خودم شریک کردم، قولنامه رو گفتم به نام ایشون بکنم، تصورم که حالا مثلا دو جا نداشته باشم. 20 روز که گذشت دیدم مقاومت میکنن، کالایی که بیرون اونجا پولاش بر نمیگرده. گفتم که چیه؟ دیدم ناراحتن که چرا تو کالایی که به تولید کنی سود میگیری. گفتم خب قرار نبوده شما اینجا شریکی، تو تولید شریک نیستیم. کمتر از یک ماه کلن از دیس منکر شدم، زیر همش زدم. گفتم این مغازه که به نام ماست، مشتریان که ما رو میشناسن و سرمایه هم که هر وقت داشتیم میدیم. در یک مقطعی 200 میلیون تومان بدهی داشتم اون سال و 200 میلیون تومان کالای امانی تو سطح شهر، چون در واقع نمایشگاه فروش هم در واقع از بین رفته بود، پاشال هم از بین رفته بود، پاشالی نداشتم. در واقع بازاریابی و ویزیت رو از اون روز شروع کردم، چند تا ویزیت رو استفاده کردم. خب کالا اولش خب نام بود، رفتیم میذاشتیم. این در واقع دوستمونم تبلیغات منفر هم علیه ما شروع کرد که شون خلاصه پاش رو پوست خربازه است با این عبارت. یک لحظه شبانه در واقع شبانه تصمیم گرفتم، من تصمیمم همیشه معمولا شب موقع خوابه، به ذهنم که میرسه در واقع طراحیش میکنم و صبح هم اجراش میکنم. شبانه تصمیم گرفتم، صبح بازاریابا و کارمندا رو دعوت کردم، گفتم آن چه کالا امانتی تو سطح شهر جمع کنیم. گفتن چیکار؟ گفتم میخوام عوضش میکنم، چون اگر نه مقاومت میکنم. همه رو که جمع کردن رو بردم، گفتم از فردا روش فقط باید چک رو بیارم ببرم. یعنی اونقدر فشار رو بود به خودم، گفتم امروز مثلا روز 100 تا کارتون میفروشیم و مثلا 100 تا 1000 تومن هم سود ببریم، بذار بگیر اینجا ببرن 10 تا ببرن خرج زندگی در مدرسه ولش کن. علی رغم فکر باطنی کمتر از یک ماه دیدیم در واقع درخواست ها بهتر شد. یعنی میگن صفر فروشی، چرا فروشی نکنیم بازار خراب میکنیم؟ نمیشه من توضیح میکنم من کار رقابت های نازار نکنیم. تمام کسایی که امانت می‌داشتن و فروش نمی‌کردن می‌آمدن سندش رو می‌دادن، کالا رو می‌بردن. خیلی زود شروع کردیم یه بسته تبدیل شد به بسته‌بندی‌های مختلف، به رنگ‌های مختلف. تابرانمون بچه‌های سی تی سی کردیم، چون اون زمان چون جفتش در واقع شامل نوآوری بود، من چای سازمانچای رو که می‌گرفتیم خب آخر سال دیگه سال‌های آخر قبل از در واقع واگذاری به بخش خصوصی سند در واقع تولید میامدم هل رو میساقوندم باتی چایی میکردم. غیر مجازم بود، یعنی اداره نظارت مقاومت میکرد، میگفتن چایی نباید تمدار باشه. ما روش هم قید نمیکردیم چایی با هل، روش هم رو قیمتش هم چون نرخدار و تعذیراتی بود روش نمیشید. و هل رو میساقوندم باتی چایی میکردم، میفروختم. چایی سی تی سی کنیا رو هم اولین بار وارد ایران شد، من در واقع وارد بسته کردم با یک بسته رو میدونم چایی تنها بسته ما که در واقع رهبر نگاه بشیده در واقع محصولات ماست، همون بسته با اون عکس مورچه کنارش. این دوتا تقریبا میشه با بازار آزاد پیدا کرده. کارگاه رو تبدیل کردم سال 79 به کارخونه و اولین کارخونه بسته‌بندی صنعتی در شرق کشور رو توی مشهد احداث کردم. با سلام و صلوات افتتاحش کردیم سال 79. سال 80 فروردین ماه سال 81 پنجشنبه بعد از ظهر تعطیلات نوروزی همون تیم حالا زخم خورده که براشون کیفه‌ها صادر شده بود مراجعه کردن به ما، مجدداً یک رأی غیر قانونی‌تر و خلاف قانون‌تر از اون رأی برای من صادر شد. این دفعه 10 برابر کل مایملک زندگی. این دفعه کوتاه نیومدم، کارم ول نکردم. این اتفاق تقریبا پس از 12 سال این رای 8 بار در دیوان عدالت اداری بالاترین مقام قضایی و اداری کشور نقض شد، 2 بار در شعب تجدید نظر نقض شد، ولی گویا تمام حیثیت اون در واقع صادر کننده در پی در خلاصه این کار بود. و نهایتاً سال گذشته با وساطت مسئولین قضایی و نظامی و انتظامی و دولتی استان
اینقدر این پرونده مخدومه شد، یعنی مخدومه شد که مصالحه شد، اون طرف رو کارخونه آوردن. سال 83 شد در واقع اون کارخونه رو به شرک سنتی توش منتقل کردیم. دو سال بعدش تبدیل به شرکت سهامی شد، شرکت سهامی شاه‌سوند زرین. تا به امروز که ما تبدیل شدیم به یک هلدینگ متشکل از 8 شرکت. مهمترین شرکت های ما شرکت شاه‌سوند زرینه که در واقع تولید کننده چای و سایر در واقع مواد غذایی خشک مثل ادویجات، حبوبات، محصولات پودری و غیره. شاه‌سوند سیمین رو داریم که تولید کننده رو کمپلیت کنسروجات. شاه‌سوند پایدار رو داریم در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منظور ترانزیت کالا و صادرات کشورهای CIS و حوزه خلیج فارس ایجاد شده. شاه‌سوند پرش فراز رو داریم که یک شکل سراسریه. من چون الزام می‌دونستم از ابتدا همیشه در واقع در کنار تولید پرش رو یکی در الزام می‌دونستم، تا جایی که ما کاملا پخش رو جداش کردیم. چون شرکت پخش سراسری شاه‌سوند امروز در تمام استانهای کشور انبار و ناوگان توزیع داریم، حالا به صورت مویدگی. 1400 نفر در گروه شاه‌سوند امروز مشغول به کارن که بیشترین در واقع ظرفیتش توی شرکت شاه‌سوند پخشه. دیگر از ویژگی‌هایی که من دارم و اگر بخوام یک نقطه قوت توی در واقع بخش مدیریتی خودم ازش اسم ببرم، تفیز اختیاره و اعتماد به پرسنلم. امروزه بیش از 150 نفر من مدیر تحت جامعه و سند دادم، سند استان دادم. تمامی مدیران ما اختیار تام دارن، تفیز اختیاره. من هیچ گونه گزارشی در طول سال نه مالی نه تولید از هیچ کس نمیگیرم. من همه چی رو میشه گفت حس میکنم تو تولید. کلن عملکردم حسیه. من 5 ساله با مدیر مالیم شرط‌بندی میکنم. ترازمون رو قبل از اینکه برج 4 وقتی که میاره جلو میذاره، قبل از اینکه اعلام کنه من تخمین میزنم و هیچ وقت بیشتر از 5% نبوده. چه ضرر چه سودی. شرکت تحلیلاتی و دانش‌بنیان شاه‌سوند نگین رو داریم. در واقع کار آرنگی و توسعه سبد ما رو مثلا پیگیری میکنه. واحد طراحی مستقر در کارخونه داریم. بده میراه میگم یکی از در واقع فنی ترین و قوی ترین تیمای طراحی و آرنگی رو دارم. من کالایی رو در اقصانقاط که دنیا در شلف یا نمایشگاهی دیدم، اونجا عکسش رو گرفتم و ارسال کردم برای واحد آرنگیمون. قبل از اینکه من به ایران برگردم هم طراحیش آماده بوده، هم محصولش در واقع نمونهش به صورت پایلوت تولید شده برای میز کار من بوده. یکی از کارهایی که امروز ایجاد کردیم از نوآوری‌های در واقع واحد تحقیقاتی به آرنگیمون، چای کودک هست. ما اومدیم در واقع برای تمام اعضای خانواده، برای تمام در واقع اقشار جامعه فکر کردیم. چای کودک رو اولین بار در جهان ما در واقع تولید کردیم. چایی که هم برای کودک بسیار مفیده، هم برای شکل استخوان در واقع استخوانش و سایر موارد، و هم برای مادر بچه خیلی مفیده، برای شیر بچه خیلی مفیده. طرحش به اصطلاح لوح تندیس در واقع طراحی برتر کشور رو اخذ کرده، خودش ثبت اختراع شده. شرکت شاه‌سوند سیمین رو داریم ما، شاه‌سوند سمین رو داریم و در واقع فروشگاه زنجیره تیشاپ سیمجوی این شرکته. فروشگاه زنجیره تیشاپ که امروز ما داریم تو بحث فرانچایز وارد شدیم، با یک سال عمل کرد، امروز توی بهترین مال‌های ایران و هایبرای ایران وجود داریم. مرکزی هست برای ارائه تخصصی در واقع برای ارائه و مشاوره تخصصی تمامی دمنوشایی گر دمنوشایی گیاهی، چای رو
به صورت کاملا تخصصی و چای لبنانی که 50,000 تومان تو تجارت ارائه می‌کنه و بهترین چای‌های دنیا، بهترین قهوه رو امروزه بهترین کافی شاپ‌های ایران که خیلی تمایلن و راغبن که بهترین قهوه رو با بهترین کیفیت مشتریشون عرضه بدن، مشتری ما هستن. قهوه‌شون رو از خوشبختی شاپ تهیه می‌کنن. اکسسوری خاصی که ما تو خوشبختی شاپ داریم ارائه می‌دیم توی بهترین هتل‌ها، بهترین کافی شاپ‌های ایران و حتی فراتر از اون بالا شدیم توی دفاتر تجاری و شرکت‌های خاص از اکسسوری تیشاپ داره استفاده میشه. نامم بودن که من خیلی وقت ندارم، این نگسته بشده نشد، من سعی کردم خیلی تون و مختصروار بگذارم بداش. امروزه با 46 سال سن و تقریباً 31 سال تجربه مستقیم با کار، تنها عشق و افتخارم در واقع منابع انسانی هستم. اگر بگم سرمایه چیه، بگم سرمایه اول برند و بعد منابع انسانی. شاید هم برعکسه، اگر منابع انسانی نباشن برند یا وجود نداره. از اینکه اختیار رو کاملاً تعویض کردم به پرسنلم، به مدیرانم، خوشحالم. من فکر می‌کنم این اتفاق توی ایران، این مشکلی که ما توی صنعت کشور داریم اینه. من همیشه میگم چرا ما یک برند 100 ساله توی ایران نداریم؟ حتی برند 80 ساله اش نداریم. شرکت 50 ساله 80 ساله هم نداریم. شرکت‌ها وقتی بزرگ میشن، برندها وقتی بزرگ میشن، به نسل بعد میرسن دیگه پاره میشن. چرا؟ چون که کارا تعویض نمیشه. چون مدیری که رئیس مجموعه است دوست داره برای همه کار نظارت داشته باشه، به محض اینکه آدم‌ها میرن دیگه، وقتی که رفت کسی نیست کارو جمع بکنه، بعد تازه اول اختلاف در واقع نسل بعدی میشه. بعدی که بارش کنن یکی زمینه شو برمیداره، یکی برنده شو برمیداره، یکی کالا شو برمیداره. من تنها ویژگی مدیریتی فکر میکنم همین باشه و پشتکار و سخت‌کوشی. هر شکستی که تو زندگی باهاش مواجه شدم در واقع به تجربیاتم اضافه شده،